با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوریالا برنامه امروز در پیشگاه فرهنگ رو شروع میکنیم. این هفته نوبت آقای دکتر نوریالاست که قصد دارن در مورد از دست رفتن مشروعیت صحبت کنن. بفرمایید. من هم سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌مون. همطور که خانم میرزادی گفتند، امروز من میخوام راجع به یک مفهومی به نام از دست رفتن مشروعیت صحبت بکنم که در واقع مصالح اون رو در بسیاری از برنامه‌های گذشتمون من به کار بردم و توضیح دادم، ولی آنچه که در ایران رخ داده است در این دو هفته اخیر یک مرتبه مثل یک لابراتوار علوم اجتماعی بسیاری از مفاهیمی رو که ما جدا جدا تو این برنامه ها بحث کردیم آورده، اینا رو کنار هم گذاشته و نشون میده که عملیش کرده، در واقع نشون میده که علوم اجتماعی چگونه میتواند هم توضیح بدهد و هم حتی پیشبینی بکند خیلی از مسائل اجتماعی رو. در نتیجه من بحث امروز خودم رو میگذارم بر بنیاد آنچه که در ایران اتفاق افتاده و تلاش میکنم که ببینم آیا این تئوری های علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی چقدر کاراست برای درک آنچه که اتفاق افتاده و به خصوص این که چقدر کاراست در کشورهایی مثل کشور ما، چون معمولا این علوم در غرب درس داده شده و مفاهیمش به وجود اومده. البته و اساساً در قیاس با دو نوع جامعه در واقع دموکراتیک و غیر دموکراتیک بله. هستش که این مفاهیم مثل معنی عملی پیدا میکنه. من در مورد مشروعیت همطور که عرض کردم قبلا برنامه داشتم و توضیح هم دادم و کسانی که علاقه دارن برنامه های قبلی ما رو ببینن، هم برنامه های شما رو و هم برنامه های ما رو، می توانند به سایت های ما مراجعه بکنند و از اون طریق این برنامه ها رو ببینند. هم سایت خانم میرزادگی که از شکوه میرزادگی .com و در مورد من یه خود چون آدرسش طولانیه کافیه که در یکی از این موتورهای جستجو مثل گوگل یا یاهو بزنن نوریالا، چه به فارسی چه به انگلیسی، می رود به سایت من و در اونجا پیوندش رو پیدا میکنند که به این برنامه در پیشگاه فرهنگ. میگم به خاطر که آسون تر باشه دارم عرض میکنم و نوریالا رو اگر به فرنگی میخوام بزنن باید با دوتا او بزنن. به هر حال من توضیح دادم که به هر حال هر کسی در هر جایی که نشسته یا آدم میتونه بگه حقشه یا میتونه بگه حقش نیست. یه نفر شده رئیس اداره، ادهی بحث میکنن که آقا این آدم شایسته است، درس این کار خونده و فلان و فلان و همه میگن آره این حقشه. یکی هم هستش که پسرخالش وزیره، اینو برداشته گذاشته رئیس اداره، میگن آقا این حقش نیست، این روی راندخاری و پارتی بازی و داشتن ارتباطات به این مقام رسیده. توی زبان فارسی ما کلمه مشروع رو داریم، یعنی که یک کسی مالکیتش بر یه چیزی مشروع هست یا نامشروع هست، که این از لحاظ علوم اجتماعی یه غلط کوچولویه به خاطر اینکه مشروعیت و مشروع بودن و نامشروع بودن مذهبیه به شرع برمیگرده، در حالی که تو فرنگی وقتی که میگیم لجیتیمیشن یا لجیتیمایز و غیره کلماتی که از این ساخته میشه، این ال ای جی که اولشه لجی از همون لگال میاد، یعنی قانونی بودن، یعنی مطابق قانون، مطابق روندهای قانونی یه کسی به یه جایی رسیده یا نه. به حال یکی از عمده ترین مباحث علوم سیاسی و علوم جامعه شناسی سیاسی برمیگردد به مشروعیت حاکمیت، یعنی آدمایی که حاکم یه جایی هستند اینا از چه دلیلی ما میتونیم بگوییم که اینها حق بشونه که حاکم این جامعه باشند. و در جامعه شناسی در واقع تعقیب میکنند انواع اینها رو در طول تاریخ
که در جامعه اولیه اون بابایی که میرفته اونجا و رئیس مثلا ده میشده یا رئیس قبیله میشده، این ریاست خودشو از چه بابتی به دست میورده؟ که مثلا در اون مورد میگن از بابت سنت، یعنی سنت این است که ریش سفید محل باشه رئیس قبیله مثلا. بعد بعضی وقتا میگن که مثلا اگر که یه طرف دارای قدرت‌های عجیب غریب ماورا طبیعی باشه، اون مثلا میتونه رئیس بشه به لحاظ اینکه دارای ارتباطهایی با قدرت‌های ماورا طبیعی است. و اینو بهش میگن رهبری کاریزماتیک، یعنی رهبری که جذاب است برای مردم به لحاظ اینکه این دارای قدرت‌های مافوق بشری است. پس ما رهبری سنتی رو داریم، رهبری کاریزماتیک رو داریم، تا میرسیم به دوران مدرن که در اونجا این مطرح میشه که نه آقا، مردم باید موافقت بکنن که کی رئیس باشه. توجه داشته باشیم که در اون صور دیگر هم باز مردم هستن که باید موافقت بکنن، ولی موافقت مردم مجرای خاصی داره. یعنی مثلا در زمان پیغمبر هم که میگفت من صاحب نمیدونم وحی هستم، باز این مردم بودن که بعد میرفتن با پیغمبر بیعت میکردن، میگفتن آقا ما قبول داریم تو رئیس مایی. یا تو دهکده هم اون ریش سفیده مردم موافقت میکردن، ولی اون تکشو میدادش به این که من شما رأی ندین باز من رئیسم، برای اینکه مثلا من با عالم غیب در تماسم، یا برای اینکه من ریشم سفیده بغیره. در دوران مدرن اما مسئله این شدش که مردم صاحب جامعه هستن، صاحب مملکت هستن، و اینا هستن که باید رئیس و عرض کنم که هیئت حاکمه خودشون رو قبول بکنن. و به همین دلیل اون جسم مقدسی که در مورد حاکمیت وجود داشت تبدیل شد به صندوق رأی. گفتن صندوق رو میذاریم اونجا، مردم اسم اون کسی رو که میخوان می‌نویسن تو این صندوق، بعد میریم میشیم میخونیم، هر کی که اکثریت رو به دست آورد اون میشه رئیس ما. بنابراین در دوران مدرن محل اخذ مشروعیت یا حقانیت یا قانونیت حکومت بر مردم شد صندوق رأی. یعنی مقدس مردم. صندوق شد در واقع. بعد این صندوق هم مثل یک کعبه و یک مکه میمونه دیگه، که از اونها، از اونجا هستش که قدرت بیرون میاد و احاله میشود به مردمان. این بحثا رو من قبلا کردم، به تفصیلم این بحثا رو کردم. امروز من میخوام در مورد اینکه چگونه مشروعیت یک حکومتی از دست میره و چه مراحلی رو طی میکنه. دست لازه باز علوم اجتماعی سه راه وجود داره برای اینکه مشروعیت متزلزل بشه و یا از بین بره. نخست این است که مردم از دست حاکمشون ناراضی باشه، میگن آقا این برای ما خوب کار نمیکنه، این گرفتاری واسه ما درست کرده و این حرف. این در طول تاریخ باز به شکل‌های مختلفی حل و فصل می‌شده. از اینکه یه گردن کلفتی پیدا شه و مردم ناراضی هم دورش جمع شن، بره بزنه حساب حاکم رو برسه و اونو بکشه پایین، یه نفر دیگر رو بزنن سر جاش. شما مثلا نگاه کنید در خود شاهنامه داستان ضحاک رو که ما می‌خونیم، این ضحاک به علت ظلم و جوری که به مردم کرده بود موجب نارضایتی مردم شده بود. بچه های مردم میگرفت میکشت، مغزشون رو میذاشتش روی میداد به مارهای شونه هاش و مردم ناراضی بودن. و بالاخره یک آهنگری که پفت بچهش رو این طرف داده بود کشتن و داده بود به خورد مارها، سر هشتمیش دیگه گفت این یه دونه بچه رو میخواد از ما بگیره، نمیشه، قیام کرد. این دامن چرمین خودش رو هم سر نیزه کرد و شد درفش کاویانی و عرض کنم که قیام کردن به علیه ضحاک و ضحاک رو گرفتند. و اون موقع ایرانی ها خیلی متمدن تر بودن از حالا، برای اینکه ضحاک رو حتی نکشتن، بردن در کوه دماوند با قل و زنجیر بستنش اونجا که به حبس ابد. اما شاه بعدی که میخواستن انتخاب بکنن، یعنی جانشینی برای ضحاک میخواستن انتخاب بکنن،
باز اون سنت همیشگی مطرح شدش که ما مثلا خاندان پادشاهی داشتیم که این ضحاک آمدش غصب کرد، حالا باید بریم یکی رو از خون اون پادشاه پیدا کنیم بیاریم که داستانش هستش که میرن فریدون رو پیدا میکنن و میاد و پادشاه میشه. موارد در تاریخ اسلام پر از این قضیه است. وقتی که امویان مثلا به حتی وقتی که خلیفه سوم عثمان میاد جانشین عمر میشه و شروع میکنه که تمام شغلها و ثروتها رو به افراد خاندان خودش بده، بالاخره مردم را ناراضی میشن، قیام میکنن و میرن و در خونه عثمان رو میکشن بیرون، میکشن خلیفه مسلمین رو، خود مسلمین میکشن و میرن سراغ علی ابن ابی طالب و به اون میگن که شما بیا جانشین شو. یعنی میبینید هم عثمان هم ضحاک هم بنی امیه رو بگیریم، آقای ابو مسلم خراسانی پیداش میشه، پرچم سیاه دستش میگیره، راه میفته از خراسان میره به دمشق و حساب خلیفه رو میرسه و یکی از اولاد عباس ابن ابو طالب رو میاره و خلیفه میکنه. بنابراین نارضایتی خیلی مهمه در این مسئله که موجب بشه که مشروعیت رو دست بده. در دوران مدرن خب این مسائل متمدنانه شده، یعنی که یه حاکمی رو مردم با صندوق رای بردن بالا ثبت میکنن، نوبتش که شدش موقع انتخابات که شد میرن دو مرتبه رای میدازن تو صندوق، میگن آقا ما شما رو نخواستیم، خلاص. آقای کارتر یکی از رئیس جمهورایی بودش که فقط یه دوره تونست رئیس جمهور شه، مردم سر یه دوره آنچنان دلاشوبه گرفتن دستش که گفتن که ما تو رو نمیخوایم، یا میرن به رقیب اون ورش رای میدن، مثل دوران آقای بوش که مردم از دست بوش بود رفتن به اوباما رای دادن. نوع دیگری از این که یک کسی، یک حاکمی مشروعیتش سلب بشه این است که خیانت بکنه، بره با دشمنان یه مملکت بسازه، بره یه کاری بکنه که مردم احساس بکنن که اونها خیانت شده. باز همین این هم میتواند موجب این شود که مردم قیام بکنن و حساب طرف رو برسن. در دوران مدرن هم باز این راهکار متمدنانه داره. مثلا وقتی که آقای کلینتون رئیس جمهور بود و ارتباطش با خانم لوینسکی بود، مونیکا لوینسکی، بود مطرح شد و جمهوری خواهان سعی کردن که این رو نوع خیانت به اخلاق عمومی مملکت جلوه بدن. بعدم اینه که چون دروغ گفته بود، مهم این بود که میگفتن دروغ، اول از اونجا شروع شد و بعدم دروغگویی در محضر قوه مقننه موجب شد که این رو ببرن و ایمپیچش بخوان بکنن. ایمپیچ کردن یعنی که کشیدنش پایین، از ریاست جمهوری انداختنش و از راهکار قانونی این عمل رو، که قانون نمایندگان مردم گفت نه خیر آقا، این مسئله این به خودش مربوطه و ما میخوایم که این رئیس جمهور بمونه. به حال خیانت هم، دروغگویی هم، تقلب هم، اینها همه میتواند موجب شود که یک حکومتی رو ساقه از مشروعیت بندازه. و سومین حالت معمولا وقتی پیش میاد که یک حاکمی، این بیشتر تو دوران مدرن کمتر اتفاق افتاده، بیشتر در دوران ما قبل مدرنه، که یک حاکمی میرسه به زمانی که مرگش نزدیک میشه و مردم ملتفت میشن و اینکه کی باید جانشینیان این بشه یک بحرانی رو به وجود میاره که میتواند خیلی کار بیخ پیدا کنه. در گذشته مثلا شما فکر کنید که وقتی که معاویه در تاریخ اسلام میمرد، طبق سنتی که تا اون موقع گذاشته بودند که خلیفه رو مردم میرن بیعت میکنند و طبق صلحی که این با امام حسن کرده بود و قول داده بودش که جانشین تعیین نکنه، ولی معاویه که داشت میمرد گفتش که یعنی چی این پسر من این خوبی اینجا هستش، من برم حالا بذارم یکی دیگه بیاد این همه زحمت منو برباد بده.
آقا پسرش صدا کرد شمر ابن ذوالجوشن و گفتش که بیایید آقایون به این رأی بدید و بیعت بکنید با این، که این باعث شدش که امام حسینی که به علت صلح برادرش تا اون زمان سکوت کرده بود یکی از کسانی بودش که قیام کرد. چندین قیام اتفاق افتاد در قلمرو اسلامی که شما امام حسین بود و میدونیم که اون فاجعه عجیب غریب کربلا رو به وجود آورد و نتونستش این قیام نتونست به پیروزی برسه و شمر زود مرد البته، ولی موند این قضیه تو خاندان اموی تا 150 سال تا ابو مسلم خراسانی پیدا شه و حسابشون رو برسه. در کشورهای دیکتاتوری به معنی در واقع دیکتاتوری یعنی که حکومت ما قبل مدرن، چون در حکومت مدرن هستش که همه این حرفا رو از طریق قانون ما حل و فصل کردیم، در حکومت های دیکتاتوری اینطور نیستش. یعنی هم میتواند نارضایتی، هم میتواند خیانت و هم میتواند بحران جانشینی منجر به قیام و سقوط و غیره بشه. شما نگاه بکنید که حتی انقلاب 57 رو اگر ما از این منظر نگاه بکنیم، پادشاه ایران رسیده بود به جایی که دکترها گفتن که سرطان تو رو 4 سال دیگه میکشه و خب تمام کسانی که حساسیت جغرافیا سیاسی ایران رو میدونستن و متوجه بودن که چه نیروهایی توی جامعه ایرانی رشد کرده، گسترش پیدا کرده، باید یه کاری میکردن و ملتفت شدن که آقای رضای پهلوی 19 ساله نمیتونه بیاد این اوضاع رو جمع و جور بکنه. بنابراین تو کنفرانس گوادالوپ اون چی که مطرح بود این بودش که این بحران جانشینی رو چگونه حل بکنن، که نتونستن حل بکنن و بالاخره و کار کشیدش به این که بره به طرف انقلاب و اونها هم ناچار شوند که وقتی دیدن که به خصوص آقای بختیار، زنده یاد بختیار، کارش قوامی نگرفت، رفتن ملای مخصوصی رو پیدا کردن که تشنه خون نشسته بود اونجا که بیاد و آنچنان سرکوب کنه که 30 سال نفس کسی بلند نشه که بخوان قیام بکنن. آنچه که در ایران الان داره اتفاق میفته به نظر من نمونه کلاسیک همه این مسائله. یعنی هم نارضایتی وجود داره، هم خیانت وجود داره و هم بحران جانشینی پیش آمده. به این معنی که مردم که تو این 30 ساله از هر لحاظی که نگاه کنیم جون به لبشون رسیده و ناراضین و آمادن که اتفاقی بیفته اینا بریزن تو خیابون و اگه زورشون برسه این آقا رو بکشن پایین. خیانت هم شده، به طور عینی هم خیانت شده، یعنی مردم رفتن پای صندوق ها پیش از این که پروسه قانونی، روند قانونی طی بشه که صندوق ها رو جمع بکنن بیارن بشینن بخونن، بعد شورای نگهبان به شکایات رسیدگی کنه، 10-12 روز طول میکشه تا اینکه بالاخره میگن که آقا این انتخابات مثلا درست بوده یا غلط بوده و اگر درست بوده یه مهر میزنن میدن به وزارت کشور میگن که آقا ما موافقت کردیم این آقا تو از این صندوق در اومده. در همین حادثه 22 خرداد هنوز صندوق ها رو جمع جور نکرده بودند، اعلام شدش که آقای احمدی نژاد با 24 میلیون رأی برنده شد. آقای رهبر هم صبر نکرد تا 11 روز دیگه طول بکشه، همونجا یه تبریکی فرستاد برای آقای احمدی نژاد و در نتیجه برای اولین بار خود رهبر به عنوان شخص خائن و متقلب به امانت مردم در صحنه ظاهر شد و مسئله نارضایتی با خیانت در امانت هم در هم آمیخت. در این حال این زمزمه هم هست که ما داریم میریم به طرف یک بحران جانشینی، یعنی این آقا هم مثل این که اسرائیل جوابش کرده و باید بره، حالا به سن طبیعی، به مرض، به هر چیزی، و ایشون دلش نمیخواد که رهبر بعدی ایران بدون تصویب ایشون تعیین بشه، یه خبرگان بشینن یکی رو انتخاب بکنن، میخواد تا زنده است شمر ابن ذوالجوشن یعنی پسر خودش آقا مجتبی رو بیاره بکنه رهبر. و در نتیجه تمام این سناریو رو میگویند، البته این تئوریه، تمام این سناریو رو ریخته است برای اینکه
بتواند تمام نارضایی ها رو سرکوب بکند و غیره. بنابراین شما میبینید که از دست رفتن مشروعیت و بحران مشروعیت چگونه از همه در و دیوار این ماجرایی که در ایران گذشته میاد. حالا وقتی که یک حاکمی از مشروعیت افتاد، دو حالت وجود داره دیگه. میتونن برن بهش بگن که آقا از مشروعیت افتادی بیا پایین، یا زورشون نمیرسه. حاکم کاری کرده، بسیجی و لباس شخصی و موتور سوار و هرچی پول داشتن دادن، باتوم و نمیدونم تیغ و چاقو و موتور سیکلت و همه چی خریدن آماده. الان در طی این سالهای اخیر ما میبینیم هی مانورهایی میدادن که مانور رو نمیدونم امنیت فلان شهر را محاصره میکردن. بعد این عملیات چرا داره صورت میگیره؟ خانوهای چادری از ساختمون میان پایین، اونی که تیر رو اونی که میزنیم. بعد یه عده هنرپیشه میآوردن که اینا ناراضی اند و آمدن تظاهرات، اینا میریختن سر اون ناراضی ها رو کتکشون میزنن که همه عکساش روی اینترنت هست. بالاخره معلوم شد که دارن برای همچین روزی دارن خودشون آماده میکنن. یعنی حاکم فهمیده است که مشروعیتش رو به زواله و در نتیجه باید خودش رو آماده بکنه که اون روزی که واقعا به ته خط رسید با سرکوب بتونه ادامه بده. آنچه که مهمه در اینجا و ما رو برمیگردونه به یکی از برنامه‌های گذشته ما، مربوط می شود به این که حاکمی که مشروعیت خودش رو از دست بده و برای حفظ موقعیت خودش دست به سرکوب بزنه، تبدیل می شود به حاکم اشغالگر. یعنی آمده است و تختگاه قدرت یک مملکت رو اشغال کرده. دیگه این با رضایت و بیعت و موافقت مردم نیستش که روی این تخت نشسته. از این به بعد این دیگه حاکم اشغالگره و بنابراین میتوان تمام رفتارهای نیروهای اشغالگر رو از او صادر شده و متعین دید. یعنی الان دیگه هیچ فرقی نمیکنه که صدام حسین آمده بود ایران رو گرفته بود و لشکر مور و ملخ خودشو میریخت تو مملکت ما، اینان همین کارهایی رو میکرد که آقای خامنه ای آمده است تختگاه حکومتی رو که مشروعیتش رو از دست داده محکم نگه داشته و لشکرش رو سلم و تورش رو ریخته توی خیابونهای ما که بچه های مردم بزنه، بکشه، زندان ببره و تمام فجایعی. یعنی تنها راهی که اینا دیدن که چگونه اینو میتونن انجام بدن این بودش که بیاییم تمام درهای مملکت رو ببندیم، یعنی تمام خبرنگاه خارجی رو بیرون بکنیم، تمام روزنامه ها رو سانسور بکنیم، اینترنت رو هم ببندیم، فلان بکنیم. این حرفا که کل ایران تبدیل بشه به سرزمین اشغال شده، یک زندان بزرگ که توش حالا دارن میخوان تصفیه بکنند و غیره. و واقعا اگر همته جوانان ایران نبود که بتونن از پیشرفت‌های تکنولوژیک دنیا استفاده بکنند و به شاید گفت از نظر کیفیت بسیار پریمیتیو با دوربین خودنویسی و تلفن دستی بیاین مستندن نشان بدهند که دارند این ارتش اشغالگر مشروعیت از دست داده با مردم ایران چیکار میکنه، و این رو بفرستن بیرون به طوری که برای نخستین بار 30 سالی که این اتفاقات داره تو ایران میفته. مگر در سال 67 5,000-6,000 جوان رو در زندانها نکشتن، ریختن تو کامیون و بردن در صدا از هیچ جا تو دنیا در نیومد، برای اینکه خبر رسانی وجود نداشتش. ولی این بار این پیشرفت تکنولوژیک، آگاهی نسل جدید به تکنولوژی جدید و توانایی اونها در استفاده از این امکانات بودش که یک مرتبه مسئله جهانی کرد. یعنی الان در هیچ دهکوره ای از دنیا شما نمیتوانید بروید
و در اونجا مردم خبر نداشته باشن که در ایران چه اتفاقی میفته و عکس ندا رو ندیده باشند. ندایی که سمبل جوانی، سمبل اعتراض، سمبل معصومیت، نامزدش میگه که این اصلا با این کاندیداها کاری نداشت، براش فرقی نمیکرد که کدوم اینا بشن، این آمده بود به کل قضیه اعتراض بکنه، عاشق ایران بود، آمده بودش که تو خیابون برای اینکه بگه من معترضم. به همین دلیل نه رنگ سبزی به دستش بسته شده بود، نه شال گردن سبزی رو گردنش بود. این مظهر اعتراض ملت ایران به کل این رژیم بیدادگر و اکنون اشغالگر و سرکوبگر شده بود و با مرگ ناخواستش این همون گلوله‌ای بود که روز شنبه، روز جمعه، عرض کنم که 29 در نماز جمعه از دهان شخص آقای خامنه‌ای خارج شد و در قلب ندانشست و او رو یک باره تبدیل کرد به یک بخشی از تاریخ بشریت. الان شما نگاه بکنید که وقتی که میخواهند راجع به جنگ ویتنام صحبت بکنن، دو تا دونه عکس هستش که همیشه این خاطره وحشتناک جنگ ویتنام رو در ذهنها مشخص میکنه. یا در مورد تبت که میخوان صحبت بکنن، عکس اون چیزی کاهنی که نشسته است روی زمین، روی خودش نفریخته و داره شعله میکشه هست که مجسم میکنه این قضیه رو. در گذشته ما البته داشتیم، ما نیوشا فرحی رو داشتیم که وقتی که جلوی فدرال بیلدینگ لس آنجلس خودش رو آتش زد، واقعا میتونست مظهر باشه و تفاوتش با ندا این بودش که اون موقع ما این دسترسی رو، این وسعت اطلاعات رسونی رو نداشتیم. خوشبختانه حالا داریم و در نتیجه ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که یک حکومت از مشروعیت افتاده و در نتیجه اشغالگر بر مسند حکومت ما نشسته، مردم ناراضی‌اند، توی خیابون‌ها آمدند، از انقلاب 57 تا کنون همچین جمعیتی رو خیابان‌های تهران به خودش ندیده بوده، حتی بیش از اون بوده. رقمی که میگن اونو من گفتن اون 1 میلیون بوده، الان 3 میلیون بوده. آها، اون موقع گفتن 10 میلیون هم بوده. من نمیدونم. و به نظر میرسه که با این شرایط ادامه وضع 30 ساله قبلی ممکن نیست. حالا این به چه سو بغلطه و چگونه حل و فصل بشه و در چه طول مدتی حل و فصل بشه، این از عهده دانشجویان علوم اجتماعی بر نمیاد. آدم باید جام جهان بین داشته باشه که توش نگاه بکنه و ببینه که چه خواهد شد.